جبهه مقاومت بالای طالبان در هرات حمله کرد. احمد مسعود پیش از 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت می کند. جبهه متحد افغانستان امریکا از انتقال هواپیماهای ارتش پیشین از ازبکستان به کشور دیگر خودداری کند. یک مرد در سمنگان خود را حلق‌آویز کرد. مرد در قندهار خانمش را سر برید. یک زن در بادخیز همسر و پسرش را تیرباران کرد. و ترامپ از طالبان به دلیل حمله نکردن به سربازان آمریکایی قدردانی کرد. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. احمد مسعود بیش از 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت می کند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که پیش از 21 گروه تروریستی در کشور فعالیت و هزاران جنگجوی تروریستی خارجی از طالبان حمایت کرده و کمک دریافت می کنند. مسعود روز سه‌شنبه 6 سنبله در نشست آنلاین به میزبانی اینستیتوت هاتسن گفته است گروه های تروریستی طالبان را الگو قرار دادن. او افزوده که پس از ماه اگست سال 2021 افغانستان به پناهگاه امن برای تروریستان منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. وی اضافه کرده است همه ما شاهد افزایش فعالیت های تروریستی در سرتاسر منطقه به ویژه در کشورهای همسایه افغانستان بودیم و دلیل آن الگو بودن طالبان برای همه گروه های تروریستی است. نام برده تصریح کرده است حوادث تلخ اخیر که در پاکستان رخ داده و بسیاری از افراد بیگناه جانهای خود را در فعالیت های تروریستی از دست دادن. به گفته مسعود ادامه وضعیت کنونی دلیل بی‌ثباتی بیشتر در منطقه، همسایگان، افغانستان و جهان خواهد شد. جبهه متحد افغانستان امریکا از انتقال هواپیماهای ارتش پیشین از ازبکستان به کشور دیگر خودداری کند. جبهه متحد افغانستان در واکنش به توافق واشنگتن و تاشکند مبنی بر باقی ماندن هواپیماها و چربالهای نظامی ارتش پیشین کشور در ازبکستان میگوید که امریکا از انتقال آن به کشور دیگر خودداری کند. این جبهه روز چهارشنبه 7 سنبله با انتشار اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته که 22 هواپیمای نظامی و 24 چربال که در ماه آگست سال 2021 وارد ازبکستان و تاجیکستان شد دارایی های مهم مردم افغانستان است. در این اعلامیه آمده است ما با کمال احترام از ایالات متحده می خواهیم که از انتقال این دارایی های مردم افغانستان به هر کشور دیگر خودداری کند. به گفته جبهه متحد افغانستان این تجهیزات نظامی تا زمان ایجاد دولت قانونی در کشور باید به گونه امانت نگهداری شود. در اعلامیه از مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواسته شده است که این موضوع را با مقامهای مربوطه این کشور مطرح کند. این جبهه همچنان خطاب به مقامهای ازبکستانی گفته است که مردم افغانستان کسانی را که به دنبال سوء استفاده از شرایط بد کشور هستند فراموش نخواهد کرد. جبهه مقاومت بالای طالبان در هرات حمله کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که بر جنگجویان طالبان در شهر هرات حمله کرده است. طبق ادعای خبرنامه این جبهه، حمله ساعت 7:25 دوشنبه شب 5 سنبله در سایه تانگ تیل هاشمی از مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر هرات صورت گرفته است. بر اساس ادعای جبهه مقاومت، در این رویداد دو جنگجوی طالب جان باختن و یک تن دیگر زخمی شده است. جبهه مقاومت ملی همچنان مدعی شده است که جنگجویان کشته شده مربوط به کندک دوم لوای اول سرحدی قلو اردوی الفاروق طالبان بودند. منابع مستقل روزنامه 8 صبح در هرات وقوع این حمله را تایید یا رد نمی کند. یک مرد در سمنگان خود را حلق‌آویز کرد. مسئولان محلی طالبان در سمنگان از خودکشی یک مرد در این ولایت خبر می دهند. حشمت رحمانی سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در سمنگان روز چهارشنبه 7 سنبله گفت که این مرد درست پیش در شهر ایبک مرکز این ولایت در یک باغ خود را حلق‌آویز کرده بود. به گفته رحمانی این مرد 40 ساله زبیولا نام داشت و باشنده اصلی روستای گلقشلاق کاریز ایبک بود.
طالبان دلیل خودکشی این مرد را بیماری روانی عنوان کردن. مرد در قندهار خانمش را سر برید. منابع محلی در قندهار گفتند که یک زن 20 ساله از سوی شوهرش سر بریده شده است. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد سه شنبه شب 6 سنبله در روستای غلام فاروق ولسوالی اسپین بولدک رخ داده است. به گفته منابع این زن حدود 6 ماه پیش با مرد 37 ساله که باشنده اصلی ولایت فاریاب است ازدواج کرده بود. شوهر این زن پس از رویداد از ساحه فرار کرده است. هنوز انگیزه این قتل مشخص نشده است. یک زن در بادغیز همسر و پسرش را تیرباران کرد. منابع محلی در بادغیز گفتند که یک زن در این ولایت شوهر و پسرش را با گلوله به قتل رسانده است. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد دوشنبه شب 5 سنبله در روستای قلی ولی ولسوالی غرماج رخ داده است. دلیل این رویداد خشونت‌های خانوادگی عنوان شده است. مسئولان محلی طالبان در بادغیز تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت‌های خانوادگی در میان شهروندان کشور به دلیل چالش‌های اقتصادی افزایش یافته است. ترامپ از طالبان به دلیل حمله نکردن به سربازان آمریکایی قدردانی کرد. ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌گوید که طالبان پس از توافق دوحه بر نظامیان ایالات متحده در افغانستان حمله نکردند. ترامپ روز دوشنبه 5 سنبله در گفتگویشان با رینان نظامی پیشین آمریکایی طالبان را جنگجویان خوب توصیف کرده و گفته است که این گروه در جریان 18 ماه پس از توافق دوحه به هیچ سرباز این کشور در افغانستان حمله نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی وی همچنان در این گفتگو از پاسخ دادن به سوال در مورد بی‌اعتنایی مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت به این مجلس خودداری کرده است. چند پیش دست کم 300 هزار امضا کننده در تومار آنلاین از کنگره آمریکا خواستند تا مسعود را برای شهادت دعوت کند. جمع‌آوری امضا در این مورد از سوی خبرنگار آمریکایی راه اندازی شده بود. ترامپ در پاسخ به سوال رینان در مورد بی‌اعتنایی مکال گفته است راستش وقتی گفتی مکال مرد خوب است تعجب کردم. امضا کنندگان همچنان از کمک های مالی ایالات متحده به طالبان انتقاد کرده و خواهان توقف آن شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.